بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي خدای من، این الهی گفتنای این شکلی، یعنی هر کسی خودش یه راهی باز میشه براش. خدای من، همه الهی که میگن اصلا منظورش اینه. خدای من یعنی هرچی از بین من و تو دیگران نمیدونن. الهی لا تو عدبنی به قوتک، منو نزن. منو باز زدن ادب نکن. ولا تمکر بی فیلتک، من همینطوری تو دنیاش سرم کلا میره، برا من نقشه نکش. من عین الین خیر یا رب، ولا یوجد الا من عندك. خیر در خونه توه، من کجا برم؟ و من عین الین نجات ولا تستطاع الا بك. نجاتم فقط در خانه تو، کجا دنبال نجات میتونم بگردم؟ للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، نه اون کسی که خوبه مستغنی و بی نیاز از رحمت و یاریت. این امام سجاد میفرماید، یعنی نماد خوبی و پاکی و عصمت، خود عصمت، خود پاکی، خود مسئولیت از اشتباه. میفرماید دیگه تکلیف من بیچاره روسیا تو راه مونده، یقه چرکینه، بیاب رو، خار و زلیل، معلوم. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، نه خوبن رحمت و یاریت بی نیازم. وللذی اساء و اجتنع علیک و لم یردک خرج عن قدرتک، نه اون که مثل من اساء ادب کرده، جرأت پیدا کرده به تو، اونم راضیت نکرده، اونم از قدرت تو خارج نشده. همه به نیاز دارن، ما همه گدای توییم، فقیر توییم. انتم الفقراء الى الله، فقر نداشتن نیست، احساس نیاز میشه فقر. چه بسا آدمایی که اصلا خیلی وضع مالیشون در حد پایین، چیزی ندارن از زندگی، اما اینقدر مناعت طبع فقیر نیست، احساس نیاز نمی کنه.
و چه بسا کسایی هستن که مال دنیا رو دارن هنوز حریصن. این حرص نیاز فقر خوشمال اون که فقط به خدا نیاز داره. دست ما رو جلو نامرد دراز نگم، فقط دست ما رو جلو امام رضا دراز گم. ما عادت کردیم در خونه امام رضا هر جا رفتیم حالمونو گرفتن، نه اون که خوبه ازت بی نیازه، نه اون که بده از قدرتت خارج شده. اسم عاطفی خدا تو صدا بزن، هی صداش بزن. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. الان خدا به ملائکش میگه نگاه کنید تو حرم رضای من دارن همه من رو صدا میزنن. یا رب حالا یه نفس بگیر همینطوری یا رب بگو تا نفست تموم بشه. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بودن انقدر بگو تا نفس تمام بشه. یه نفس بگیر همینجوری صداش بزن. به که رفتم و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. خودت بهم نشونی دادی، با خودت شناختمت، خودت دعوتم کردی. اگه تو نبودی من نمیدونستم تو کی هستی. واقعا اگه خدا کمک نمی کرد، اگر امام معصوم راه جلو پای ما نمیذاشت، اگر قرآن نبود، اگر انبیا نبودن رسول خدا جان عالم فداش، اگر نبود کی میفهمید اصلا خدا کجاست و کیه؟ نه کسی نشونی داشت. از حالا ستایش کن، حالا شکر خدا رو بگو که به ما نشونی داده. الحمدلله الذی یدعو فیجیبنی و ان کنت بطیعا حین یدعونی. اون خدایی رو عشق که هر موقع صداش میزنم جوابم و میده، هر موقع صدا میزنم من اصلا یه جای دیگم. کندم والحمد لله الذي اسأله فيعطيني
و این کنت بخیلن هی نیزدقر دنیم. اون خدایی رو عشقه که ازش میخوام جواب میده، عطا میکنه، همه هر موقع از من قرض میخواد من بخل میورزم. خدا مگه قرض میکنه؟ آری، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف. قرض بدین به خدا چندین برابرش میکنه، بهتون برمیگردونه. بیچاره میبینی، گرفتار میبینی، زندانی میبینی، جهیزیه میبینی، بچه یتیم میبینی، بی نوا میبینی، مدرسه نساخته میبینی، خونه میبینی، محروم میبینی. قدمی، مالی، رفتاری، گفتاری، همت کن. کم کم بشین پا درد دلش به دو نفر انتقال بده، کمک کن. این میشه قرض به خدا. خدا میبینه بندش باره یه بنده دیگه ای رو بلند میکنه، دیگه باره اینم بلند میکنه. این وسط فقط یه مشکل هست، اونم خود شیطان. از شیطان و یعدکم الفقر. شیطان میگه دست تو جیبت نکنی فقیر میشی، بیچاره میشه دیگه، خود نداری. نوکره وقتی نشسته سر سفره اربابش، هیچ موقع میگه فردا زور چی بخورم؟ چون اگه بگه اربابش میگه به من بیادبی کردی، مگه تا حالا گرسنه موندی؟ خرج کن، خوبم خرج کن. مردان عالم یه جوری خرج میکردن، فشار به جسمشون، به جیبشون، به خوابشون. اینطوری باید خرج کرد. گرفتار میبینی پول خورد از جیب در نیاد، یه اندازه زیادی کنار بذار. صدقه میخوای بدی برا خودت نده، برای امام زمانت صدقه بده. اگه تو نباشی وای بر من یا صاحب الزمان. از بچه‌ت یه پولی رو بگیری، مثلا یه گرفتاری، میبینی بچه‌ت پول تو جیبیشو همشو خرج یه گرفتاری میکنه، تو دوباره همون پولو که بهش نمیدی که. عجب کار خوبی کرد بچه‌م، خدا رو شکر بچه‌م دست به جیبه در راه خدا، چند برابرش بهش میدی، نوازشش هم میکنی، قرون صدقش هم میری. یه بنده اینطوری بیاد بار برداره از بنده های دیگه، خدا اینقدر دوستش داره. دیگرانو یاری کن. غم و غصه از دلشون بردار. داشت میرفت فرمود ای مردم شام، شوهرانتون با ما بد کردن، ما داریم میریم، اما یه امانت اینجا گذاشتیم، غریبه بهش سر بزنی.
باز بار از دل مردم شام از این زن و بچه ای که نمیشناختنش برداشت بیبی دشمن بودن باز بارو برداشت من زن لزن یقر زلان کمکان منم هر موقعی که باید باشم بخل و کنار بذارم والحمدلله الذی ینادی کلما شئت لحاجتی و اخنو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی ستایش خدایی رو که عشق خداییست با اون عظمتش فالق الاصباح دیان الدین به وجود آورنده ستارگان و سیارات و شب و روز و ماه و خورشید بحر جاری فلک یدور این خدا هر موقع صداش میزنم هر موقع حاجتی دارم با هم خلوت میکنم لازم نیست به رئیس دفترش بگم لازم نیست برم به کسی اصرار کنم لازم نیست منت کسی رو بکشم فردا تو سرم بزنه بگه من بردم در خونه خدا اما اگه میخوام بگم با آبروی بیشتر برم داریم که میفرماید بکن فتحال الله بکن یختم من ارادن الله بدع بکن میخوای بری در خونه خدا با امام رضا برو میخوای بری در خونه خدا با اون خانومی برو که نافلشو نشسته خون ونی خون با اون خانومی که حسین فرمود داداشش فرمود خواهر جان تو نماز شبت منو یادت نره الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعائی والحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لا اخلف رجائی والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي ستایش خدایی رو که منو دوست داره از منم بی نیازم اللهم حالا این همه ستایش کردی که اگر همه عمرتو ستایش کنی بازم مضمون و موضوع هست بسیار فخیم با مزامین عالی حالا به اینجا رسیدی حالا میخوای حرف بزنی
کار داری. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعا و مناهل الرجاء الیک مترعا و الاستعانة بفضلک لمن حملک مباحا و ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحا و اعلم انک للراجی بموضع اجابا و للملوفین بمرصد اغاثا و ان فی اللهف الى جودک و الرضا بقضائک عبدا من منع الباخلین و مندوحة عما فی عید المزدفرین و ان الراحل الیک قریب المسافة و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک و قد قصدت الیک بطلبتی و توجهت الیک بحاجتی و جعلت بک استغاثتی و به دعایک توسلی من غیر استحقاق لاستماعک منی و لاستیجاب لعفوک عنی بل لثقتی بکرمک و سکونی الی صدق وعدک و لجئی الی الایمان بتوحیدک و یقینی بمعرفتک منی الا رب لی غیرک ولا اله الا انت وحدک لا شریک لک. با چه ظرافتی توی مناجات زبان عوض میشه، حاجت گفته میشه، اول حمد و ستایش بعد مدح و ثنا که تو این خدایی هستی که راه در خونت بازه، امید زیاده، کمکمون میکنی، درها بازه، هر کی میخواد داد بزنه، در خونت بازه، اجابت میکنی، هر کی پناهنده میشه بهش جا میدی، هر کی میخواد برسه راهش به تو نزدیکه، تو از خلقت پنهان نیستی الا اعمال خلقت تو را از جلو چشمشون پنهان میکنه. حالا من در خونت اومدم، رو انداختم در خانت، دارم استغاثه میکنم، من دارم با دعا در خانت میام، صدات میزنم، استحقاق اینم ندارم که صدامو بشنوی. مستوجب عفوتم نیستم، چرا اومدی پس بنده؟ من به تو اطمینان دارم، من به وعدت اطمینان دارم، تو خدای منی، هیچکی غیر تو خدای من نیست، هیچکی شریک تو نیست، فقط تویی که خدای منی، تو منو بزرگ کردی. حرف بزنید با خداتون، اللهم انت القائل و قولك حق و وعدك صدق واسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحيما
وعدت صدق گفتت حق، خودت فرمودی از فضل خدا بخواهی، خدا به شما مهربونه، حالا هممون بخوایم همینطوری زمزمه کنید، همینطوری یارب یارب گون، اگه میخوای با منم نخونی همینطوری زیر لب بگو یارب، اگه گفتن کجا بودی بگو رفتم یه ساعت دو ساعت فقط خدامو صدا زدم. هر کی میخواد دعا رو فقط بشنوه، فقط بگی یارب یارب یارب، آروم آروم زمزمه کن، به خدای احد و واحد قسم، هر وقت میگی الهی یعنی خدای من، یعنی همون خدا خاصه داره فقط صدای تو رو گوش میکنه، صدای تو رو هم گوش میکنه، صدای بچه رو هم گوش میکنه، صدای اون کسی که تو خونه نشسته الان دلش دو حرمه داره میشنوه، نبشنوه داره گوش میده. خدا به قول خودمون با دل داره گوش میده یارم، اینقدر دوست داره اینطوری صداش میزنی. ولیس من صفاتک یا سیدی انت امر بالسؤال و تمنع الاتیم و انت المنان و بالعطیات على اهل مملکتک بلا آید علیهم به تعلن رفتک. الان من اگه یه خوردنی یه چیزی که برای بچه جالب باشه برای خوردن یکی رو صدا بزنم، یه بچه این رو بهش بگم یه آب نباتی میخوری، میگه آره، نمیدم که همه میگن عجب نامردیه، خیلی زشته. اینجا چی میفرماید امام سجاد؟ خدایا خودت فرمودی واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما، از صفات تو هم نیست که به بندات بگی از من بخوای بعد بهشون ندی، تو بندات این کار بده، تو که خدای منی. اصلا خدا اینقدر مهربونه که تو دعایی که شما هر روز ماه رجب میخونی، من لم یسأله، اون کسی هم که ازت نمیخواد بهش میدی. الهی تو به اهل مملکتت مهربانی عطا کننده ای، الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا و نوحت باسمی کبیرا. من بچه بودم کوچک بودم، با نعمت و احسانت منو بزرگ کردی، نام منو بزرگ کردی، فیا من ربانی فی الدنیا به احسانی و تفضلی و نعمه و اشارنی فی الاخرت الاحبی و کرمه. تو دنیا با احسان و فضلت منو بزرگ کردی، اشاره کردی روز قیامت به عفوت و کرمت، معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی لک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکر من شفیعی الى شفاعتک. ادعو
سیدی آقای من صدات میزنم، همه صداش میزنم، ادوک یا سیدی دیدی با یه نفر یه مشکلی پیدا میشه همچین اسم کیو میاره، میگه اسمش نردن تاب بکش. هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست، ادوک یا سیدی ولی من صدات میزنم به لسان با زبانی که قد اخرسم و ذنبم، با زبانی که گناه لالش گرده، اینقدر غیر تو به زبونم میاد دیگه بلد نیستم با ده بزن. رب اون آجی که به قلب انقد او بقه و جرم، با تو نجوا میکنم خدای من، با قلبی که جرمش هلاکش گرده، ادعو که یا رب صدات میزنم خدا، راهبن راغبن راجیان خائفم، هم ترسانم هم شوق دارم هم امیدوارم هم میترسم. ازار ایتا چرا دو تا حالت مختلف، چرا چهار تا حالت، هم میترسم هم دوست دارم واسه دو حالی که خودم دارم. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، به گناهم نگاه میکنم جزع و فزع میکنم میترسم، و اذا رأیت کرمک اتمه، وقتی به کرم تو نگاه میکنم تمع ورم میدانه، فا اینا فموت فا خیر راه، و اینا دبت فا غیر داله، اگه منو ببخشی مهربان ترین مهربونایی، اگه منو عذاب کنی ظلم نکردی، حجتی یا الله جرتی علا مسالتک، مع اتیانی ما تکر وجودک، و کرمیوک با عدتی فی شدتی، مع قلت حیائی رعفتک و رحمتک، و قد رجوت الله تخیب بین ذین و ذین منیتی، فحقق رجائی و اسمع دعائی، یا خیر من دعا و دعا و افضل من رجاه و رایاش، یا رب یا سیدی آقای من، یا سیدی عملی و ساء عملی، آرزوام زیاده، چی داری؟ اعمالم هم سیاه، فأعطنی من عفوک به مقدار عملی، به مقدار آرزوام به من ببخش، ولا تؤاخذنی بأسوء عملی، منو به خاطر سیاهی اعمالم مؤاخذه نکن، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين،
کرم تو کجا؟ مجازات گناهکارا کجا؟ و حلمک یکبر مکافات المقصرین، صبر تو بزرگتر از مکافات و عذاب اونایی که تقصیر دارن. و انا یا سیدی آهدم به فضل که هارم من که لک، متلجز ما وقت من از صفح عمن احسن بکذنه، و ما انا یا رب و ما خطری، هبنی به فضلک و تصدق علی بحفک، به من صدقه بدم. اصلا نگاه نکرد کیه، نگاه نکرد از کجا اومده، گریبان مبارکش رو از بادیه آمده بود، اخبار و تبلیغات کاری کرده بود، با غضب اومد تو مدینه. بارها گفتم و عرض کردم، همه گفتن و شنیدید، اما اینقدر زیباست شب شب کرمه. بازم میگم امان از تبلیغات، امان از رسانه هایی که سیاه نمایی میکنن. انشالله مشکلات مردممون حل میشه. همت میخواد، مسئولین غیور میخواد که همه دنیا ببینن این نظام داره رشد میکنه، بالنده میشه، وضع مالی مردم خوب میشه، گرفتاری های مالیشون حل میشه، انقدر دارن که راحت بیان حرم امام رضا. حالا به خدا ما هم دعوت شدیم، دارم میبینم هم مناطق محروم رو میبینم، بچه ها همه فعالن، گروه های جهادی داریم میبینیم، داریم میریم میبینیم. انشالله اینقدر خوب بشه که اون گروه های تبلیغاتی سو هم دیگه حریف نمیشن. انشالله تبیین اینقدر زیاد بشه، این جهاد تبیین علیه تبلیغات سو، تبلیغات بیچاره میکنه، یه تبلیغات سو از جانب دشمن یه مملکت رو بیچاره میکنه، یه میبینی یه امام رو تو مظلومیت قرار میده، یه طوری میشه که آمد گریبانشون گرفت، امام مجتبا رو به دیوار تو کوچه چسبون، چشم تو چشم امام معصوم انداخت، شروع کرد ناسزا گفتن، گفت و گفت و گفت، دید امام حسن هیچ حرفی نمیزنن، آخرش فرمود یه چیزی بگو، با لبخند فرمود غریبی اینجا، به مدینه وارد شده بودم گفته بودن رسیدی به حسن ابن علی، باش حرف نزنی ها، میدونستن جذب میشه، غریبی. آره هنوز اخمش دارم، گرسنه ای. آره بله خسته ای، خیلی جایی رم نداری؟ نه.
بریم خونه ما. جمله جمله که میفرمودین دستش که گریبان گرفته بود همینطوری شل شد اومدین دست افتاد رو پای امام حسن، اومد پاشو به بوسه بلندش کرد گفت آقا اینا چی میگن؟ دشمنه. تازه اینا قصه های امام حسن همه قصه هاش یه طرف، مصیباتش یه طرف. فرمود عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ عرض کرد آقا جان روزه شما رو که میخونم، من نوکر شما، شب دومه روزه شما، مگه قربتتون، مگه صلحتون که نشناختن چه کردید، مگه طعنه آب روزه قربتتون تو جامعه تشت و پارای جگر تیرباران شدن بدن؟ فرمود اینا روزه من است، اما اگه خواستی یه روزه ای بخونی رو بخون، دست من تو دست مادرم بود، تو گوچه داشتیم می اومدیم اون ماجرا پیش اومد، مادرم یه سیلی خورد، یه سیلی هم از دیوار خورد، گوشوار رو زمین انداخت افتاد روی زمین. از اون ماجرا به بعد من دست مادرم رو گرفته بودم. اما با این روزا لحظای آخر خودش صدا زد لا یوم که یوم که یا با عبدالله، یه روزی رو میبینم که روی سینت سنگین میشه حسین.